صحبت و اگر میشد گفتگو با چنین جمعیت پرشوری که از تمام اکناف مملکت امروز در اینجا جمع شده اند، البته موقعیتی است دلپذیر و باعث خوشبختی از اینکه در انقلاب ششم بهمن ایران همه افراد کشور با رئیس مملکتشون سهم یکسانی دارن تردیدی نیست. این مزیت مزیت عمومی است و متعلق به تمام ملت، کما اینکه اسم انقلاب ایران را گاهی انقلاب ششم بهمن و گاهی انقلاب شاه و ملت می‌گویند. تشکیلات شما یکی از محاسنش این است که چه قبل از انقلاب ششم بهمن چه از اون تاریخ به این طرف بدون اینکه مستقیما سر کار باشد، ماهازا نه فقط صفوف خودش را حفظ کرده است، بلکه می شود گفت به جمعیت خود نیز اضافه کرده است. لازمه حکومت مشروطه همین است که یک دسته ای سر کار باشد و تمام مسئولیت ها را قبول بکند و دسته دیگر، چون هیچ وقت نمی شود در یک جامعه ای تمام مردم یک سلیقه و یک رأی و یک فکر داشته باشند و حتی با وجودی که اینطور تمام صفوف ملت ایران در پشت سر این مواد 12 گانه صف بستند، ولی در اجرای این اصول می توانند احیانا با هم اختلاف سلیقه داشته باشند. پس لازمه حکومت مشروطه، دموکراسی حقیقی، این است که دسته ای که سر کار نیستند ولی به همون اندازه به اصول مملکتی و در این مورد به خصوص به اصول انقلاب ایران مؤمن و معتقد هستند، و اما در اجرای کار احیانا اختلاف سلیقه داشته باشند، با حفظ 100% صداقت به اصول و به مملکت بتوانند از کارهایی، از جریاناتی، از نواقصی، از معایبی که به نظرشون میرسد ایراد بکنن و آنها را بازگو نمایند، که اگر دستگاه مسئول سرکار جوابی داشته باشد بدهد، و اگر هم جوابی نیست در صدد رفع معایب به کمک مخالفین خودش ولی مخالفین صدیق به مملکت باشد. البته اجمالاً و مختصراً باید ببینیم که در این 9 سالی که از انقلاب ایران می‌گذرد چه اتفاقاتی افتاده است. هیچ کس منکر حقایق نیست، من جمله خود این حزب که در اقلیت یعنی در مخالفت قرار دارد، شاید به همون اندازه دیگران ترقیات چشمگیر مملکت را
میبیند، ذکر میکند، از آنها دفاع میکند. و البته دیدیم که در سیاست‌های عالی مملکت مثل سیاست‌های میهنی یعنی سیاست مستقل ملی ایران، سیاست دفاعی یعنی حفظ مرز بوم این کشور کهن، همیشه با تمام ملت ایران یعنی با دسته حکومتی و سرکار همیشه هم‌آواز و همصدا بودید، بلکه بعضی اوقات هم میگفتید که چرا بیشتر از این در تأمین وسایل دفاعی مملکت کوشش نمی‌شود. ولی خب به هر جهت اگر درآمد سرانه ایران را در قبل از ششم بهمن 41 با امروز مقایسه بکنید، و این ارقام اختراعی نیست، ارقامی است که منتشر شده، قابل کنترل و همه میدانند، هم ما میدونیم و هم تشکیلات سازمان ملل متحد با آنها آشناست، درآمد سرانه به جای خود، رشد اقتصادی معلوم است و با چند رقم مشخص حدود و اهمیت این پیشرفت‌ها کاملا ظاهر می‌باشد. تقریبا رشد اقتصادی ما در حدود سالی 17% بوده در قسمت صنعت، در قسمت برق این اواخر خیلی بیشتر بوده، سال گذشته به حدود 40% رسیده. به قیمت ثابت رشد اقتصادی و تولیدات کلی مملکت ایران از 10% متجاوز بوده. اینا ظواهر مادی کار، اما ظواهر معنوی، اجتماعی که ما امروز می‌بینیم، آزاد مردان و آزاد زنان ایران، این در 10 سال پیش ممکن نبود. سپاهیان انقلاب که جوانهای این مملکت، چه پسر و چه دختر، در اقصا نقاط مملکت مشغول خدمت از روی ایمان و عقیده هستند، امکان پذیر نبود. نیروهای ارتجایی، و باز هم این اصطلاح قدیمی خودم را تکرار می کنم، نیروهای متفق سرخ و سیاه مانع هر نوع پیشرفتی می شدند، برای اینکه هر قدمی در این زمینه ما به پیش بر می داشتیم، یک قدم خود به خود و بلا اراده آنها اجباراً به عقب می رفتند. در آخر این تابستان یک نفر، نمیگویم رعیت، برای اینکه این کلمه از همون روز اول انقلاب ایران از بین رفت، ولی شاید حتی یک نفر اجاره دار هم باقی نماند، یعنی هر کسی در هر زمینی که کار میکند، اون کسی که سابق زارع بوده، این صاحب و ارباب خودش خواهد بود. احتیاج به ذکر وضع کارگر نمی بینم، و همچنین در تمام شؤون مملکتی و صفوف اجتماعی. ولی خب هر کدوم از شما از هر کجا که می آیید یه مقایسه مختصری بکنید که وضع امروزتون در اون دورافتاده ترین نقطه امروز چیست و در بهمن 41 چی بود، و از اون دورتر نمی روم که بگویم در زمان جنگ و اشغال مملکت چه وضعی داشتیم و چند سال بعد از جنگ را چه وضعی داشتیم و سیاست هایی که ما را در سیاست نفت به وضع و شکل اواخر مرداد 1332 رسونده بود چی بود،
و این موفقیتی که به آن اشاره کردید و در 3 ماه پیش حاصل شد، وضع ما را به کجا رسانده است؟ یک قسمت از کاری که وظیفه شماست و وظیفه هر اقلیتی است، این کاری است که خود من شبانه روز انجام میدم. یعنی من هم البته هر جایی، هر وقتی، هر گزارشی که نسبت به امور مملکت میرسد و در جایی صحبت از یک اشکالی است، در جایی صحبت از یک ایرادی است، کار من هم انعکاس این ایرادات و خواستن مرتفع شدن این ایرادات است و برای این کار سازمان‌هایی داریم، من جمله سازمان بازرسی شاهنشاهی. که من به این سازمان گفته بودم که شما در واقع چشم و گوش من هستید، بروید و به همه جا بروید و با همه کس تماس بگیرید و هیئتایی که تشکیل میدهید به غیر از اون نفرات متخصص و وارد کاری که از تهران با خودتون میروید، ولی در هر استان و شهرستانی از اهالی محل، از کسانی که در اون کاری که میخواهید آن را رسیدگی بکنید در اون کار تخصص دارند، از اونها در این هیئت‌ها دعوت بکنید. می روید مثلا فرض بکنیم به شهر مراغه، می خواهید به وضع نون و گوشت رسیدگی بکنید، طبیعی است که در محل از قصاب و نانوای مراغه‌ای دعوت بکنید که جزء هیئت بشوند و به کارها رسیدگی بکنند و مطالب روشن بکنید. و البته خیلی دستگاه‌های دیگه که اسم نمیبرم، ولی اینها به من دائم گزارش میدن. میخواهم بگویم که برای اینکه هم به طور عموم تمام افراد حزبتون و کسانی که اونها در درجه اول انتخاب میکنن و یک نوع مسئولیت اضافی پیدا می کنند که اونا به نوبه خود می آیند و هیئت مرکزی، نمی دونم شما بهش چی می گویید، دفتر سیاسی می گویید، مکتب سیاسی می گویید، ولی به هر صورت تا اون آخرین تشکیلات حزبیتون، تصمیم دارم بگویم که از این به بعد چه به این حزب و چه به حزب حاکمه، سازمان بازرسی شاهنشاهی گزارشات خودش را هم در یک نسخه بفرستد که شما هم مطلع باشید. میخواهم بگویم که وزارت خارجه ما یک خلاصه یا روزانه یا هفتگی تمام مطالبی که مربوط به سیاست مستقل ایران است و رویدادهای مهم بین‌المللی که باید از آن مطلع باشید در اختیارتون بگذارم. حتی به دستگاه انتظامی دستور میدهم که به هر دو تشکیلات مطالبی که باید به عنوان یک فرد ایرانی از لحاظ امور انتظامی، از لحاظ احیانا جریانات غیر قابل قبولی که در پیش هست، تشکیلات غیر ملی که در بیش هست، شما رو مطلع بکنم. حتی به دستگاه های نظامی، به ستاد بزرگ که اونها هم بیلتن هایی از قدرت نظامی ایران، از رویدادهای نظامی، از وقایعی که ممکن است چه به نفع ما تمام بشود چه به ضرر ما تمام بشود، شما رو مطلع بدارم که رؤسای شما به حد اکثر اطلاعات ممکنه وارد باشه و اونها همینطور طبقه به طبقه تا اون آخرین نفر حزبیتون در دور افتاده ترین نقاط مملکت اون اطلاعاتی که لازم تشخیص میدهید
شما هم اون اطلاعات را در یک بولتنی تکثیر بکنید و به همه جا بفرستید. اشاره شد به یک عده گمراه، البته تعداد اینها کمه و خیلی هم کمه، ولی این دلیل بر بی‌اعتنایی به موضوع نمی شود به دو جهت. یکی این که حیف است که حتی از 30 میلیون جمعیت یه چند نفری گمراه باشند و البته صدمه زدن به مملکتشون تقریبا غیر قابل تصوره، ولی به خودشون که صدمه میزنن، به خودشون که صدمه بزنن، به فامیل نزدیک خودشون هم ممکنه لطمه‌ای وارد بشه. و اصولا چرا اینطور بشه؟ اگر این مملکتی بود که روش خاک مرده پاشیده بودن، اگه مملکتی بود که در حالت درجا زدن بود، اگر مملکتی بود که خب اصول فئودالیته، اصول خانخانی، بی‌عدالتی‌های اجتماعی، عدم امکان پیشرفت افراد در هر طبقه‌ای که باشند، یا وضعیت کارگریش نامناسب بود یا وضعیت‌های دیگرش، می‌گفتیم خب طبیعی است که یه عده‌ای شاید فقط صرفاً از روی احساسات وطن پرستی نتوانند چنین امری را قبول بکنند و بخوان حقیقتاً کمر خدمت ببندند و مملکت را نجات بدهند. ولی جای تعجب در این است که مملکتی که دنیا آن را مملکت نمونه اسم گذاری کرده است، و 12 ماده انقلابی او را با حفظ آزادی‌های فردی و انسانی به این مقام و منزلت رسانیده است، در یک همچین محیطی، در یک همچین مملکتی که حال بدین وضع هست و آینده او باز هم درخشان‌تر خواهد بود، چطور ممکن است که در یک مغز سالمی افکار منحرف و ناسالم و سیاهی اصلا پیدا بشه؟ ما باید فکر بکنیم که چطور چنین چیزی ممکن است. البته خیلی با قرصی بکنیم، بالاخره به جاهایی میرسیم که یه عقده هایی ممکن است باشد و البته استغفرالله کسانی هستن که با خدا هم دعوا میکنن و ایراد میگیرن که چرا اینو به من ندادی، چرا اونو به من ندادی، چرا اصلا اینطور کردی. بعضیا طبعا حسود هستن، منتها اجتماع ما این را بدون اهمیت و سرسری نگیرد، نگوید خب اینا بالاخره حد اکثر چند صد نفر، خیلی دست بالا رو بگیریم چند هزار نفر که بیشتر نیستن، در مقابل جمعیت ایران چیست، چه اهمیت داره، خب بذارید سر صدایی بکنه، اختزای سن نشه، میگذره، بعد ساکت میشه. البته نمیخوام بگم که یه عده این عادت دارن که میگن خب به من چه، یا دستگاه خودش فکری میکنه، ترتیب کار میده و جلوی خدای نخواسته خطاب خودش میگیره. میخوام بگویم نه، اینطور نیست. این کار و وظیفه اخلاقی فرد شماست، چون هر کدوم از شما نسبت به این مملکت کاملا سهم مساوی دارید. این خاک، این آب، این هوا به طور یکسان متعلق به همه شما.
بعد از شما متعلق به بچه های شما و نسل بعد از نسل متعلق به ایرانی است، اون هم حالا که به اصطلاح ما منابع طبیعی را همه ملی کردیم، جنگل ملی است، حتی مراتع بزرگ ملی است، آب ملی است، و این چیزی است که شاید حتی در مترقی ترین ممالک دنیا هنوز به این پایه نرسیده باشند، یعنی مقصودا در ممالک و جامع آزاد. پس سهمی که همه دارید نسبت به مملکت چون مساوی است، وظیفه‌ای که برای حفظ این مملکت دارید اون هم مساوی است، و وظیفه‌ای که در مقابل ولو ادیت ناچیز که از راه راست منحرف هستند، وظیفه مقابله و ارشاد و اگر لازم باشه مقاومتی که نسبت به اینها دارید امری است طبیعی و لازم و واجب. من ناچار با امیدهای زیادی نسبت به آینده با شما صحبت میکنم، چون مطالب به قدری واضح و روشن است و امکانات مملکت ما به قدری زیاد که غیر از اینکه انسان امیدوار باشد اصلا راه دیگری نیست. در چند سال پیش گفته بودم و اتفاقا وقایع و گذشت زمان هم ثابت کرد که گفته بودم ما محکوم به پیشرفت هستیم. هر مسئله ای و فرضیات هر مطلبی رو که در نظر بگیرید به آسانی شما را به یک نتیجه گیری میرساند. وقتی که در این مملکت ثروت‌های ملی شما معین باشد و اون ثروت‌های بزرگ ملی شده باشد و مطابق برنامه‌هایی به نفع اجتماع خرج بشود و ثروت‌های هنگفت نشناخته دیگری هنوز باشد که ما از آن حتی اطلاع هم نداریم، وقتی که امکانات معدنی کشاورزی به اندازه‌ای باشد که هر فردی ولو این که تخصص هم نداشته باشد بتواند بفهمد که با پیشرفت زمان و انجام برنامه‌ها این مملکت به زودی به همون مرزی که قبلا هم ذکر شده بود به مرز تمدن بزرگ خواهد رسید، چطور می شود که انسان خوشبین نباشد؟ این است که با وجود تمام این خوشبینی ها وظیفه شما افراد ایرانی که در سازمانی، در دستگاهی و در این مورد به خصوص در حزبی هستید که مسئولیت را ندارید، یعنی حکومت را ندارید، ولی وظیفه ایرانیتتان را باید انجام بدهید، در عین خوشبینی باید مترصد پیدا کردن نقاط ضعف یا مشکلات یا احیاناً معایبی که داریم باشد. عنقریب انتخابات مملکت شروع خواهد شد، مسلماً تشکیلات شما نیز کاندیداهای انتخاباتی خودش را معین خواهد کرد، وظیفه دستگاهی خواهد بود که مسلماً وضعیت کاملا بی‌طرفانه و شرافتمندانه ای را برای مبارزه آزادانه بین کاندیداها فراهم بکنه.
وارد بشوید و نتیجه انتخابات هرچی شد، اگر در اقلیت بودید اون وظیفتان را باز هم با حرارت بیشتر، باز هم با شور بیشتری ادامه بدهید، برای اینکه بالاخره اساس و محرک اولیه همه این کارها یکی خدمت به وطن، یکی ارضای وجدان انفرادی شماست. و این کار را با همین رویه صداقت به وطن، حس میهن‌خواهی شدید، حس مبارزه‌جویی و مبارزه طلبی اگر لازم باشد در مقابل دشمنان که هیچ، در مقابل هر نوع ضعف و فتوری که مشاهده می‌کنید برای دفاع منافع میهن، سعی در فشرده تر کردن صفوف خود و اضافه کردن به آن، سعی در بهبود تشکیلات و پیشنهادات لازم برای تحرک بیشتر و عملی بودن بیشتر تشکیلات خودتون، و به هر صورت به عنوان یک فرد حزبی و به عنوان یک نفر ایرانی وظیفه ملی و فردی و وجدانی خود را به خواست خداوند هر روز بهتر از روز پیش انجام خواهید داد.